قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خانه های خودتون رو گورستان قرار ندید. معنای این فرموده اون بزرگوار چیه؟ ای لا تدفنوا فيها موتاكم. الاموات لا يمكن ان يدفنوا في القبور ولا في المساجد ولا في البيوت، لابد ان يدفنوا في المقابر، والمقابر لابد ان تكون خارج البنيان. معنای این سخن رسول خدا علیه الصلاة و السلام اینه که مرده هاتون رو در خانه ها دفن نکنید، همچنان که مرده ها در مساجد و بناها و ساختمان ها دفن نمیشن، بلکه در قبرستان دفن میشن. البقيع زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج بيوت المدينة، بعيد عن المدينة عن البيوت. لماذا؟ حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلام. قبرستان بقي در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم خارج از محدوده مدينة بود، يعني خارج از محل خانه های مسكوني بود، تا بدین طريق از ورود به راههایی که منجر به شرک میشه جلوگیری بشه. نعم نعم، نحن امرنا بعمارة المساجد، والمساجد تكون داخل البنيان والقبور خارج البنيان. ما دستور داده شدیم که مساجد رو آباد بکنیم و دستور و این دستور به ما داده نشده که قبرستان ها رو آباد بکنیم، و از این جهت قبرها رو در مساجد قرار نمیدیم. نعم، اذن هذه القبور لابد أن تكون خارج البنيان والمساجد داخل البنيان، والبيوت لا يمكن أن ندفن فيها الأموات، وكذلك المساجد، لأن المساجد لله لا يمكن أن ندفن فيها أحد، لأنه قد يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أزين روكس كباس تأكيد مكونين كي مرده ها در قبرستان دفن میشن و در ساختمان ها و مساجد دفن نمیشن. این مساجد هست که در قالب ساختمان و سازه هایی که مورد استفاده قرار میگیره برای عبادت الله متعال ساخته میشه، و قبور در مساجد قرار نمیگیره تا معاذ الله ذریعه و وسیله عبادت غیر الله فراهم نشه و موجب شرک نشه. نعم، اذن هذا المعنى الاول، لا تجعلوا بيوتكم قبورا اي لا تدفنوا فيها موتاكم. این یکی از معانی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خانه های خودتون رو قبرستان قرار ندید، یعنی اینکه مردگان خودتون رو در خانه ها دفن نکنید. الثانی من معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أن الصحابة رضوان الله عليهم متقرر عندهم أن القبور لا يمكن أن يصنع عندها شيء من العبادات إطلاقا، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا استغفار ولا حج ولا طواف ولا ذبح ولا نذر ولا غيره. مورد دوم که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از این حدیث فرا گرفتن، معنای دوم که خانه های خودتون رو قبرستان قرار ندید، بدین معنا هست که در اونجا، یعنی در قبرستان، هیچ عبادتی انجام نمیشه، نه ذبح، نه قربانی، نه رخت سفر بستن مثل حج به سوی قبرها، و نه ذبح و قربانی و طواف قبرها. نعم، فلا يكون عند القبور إلا الزيارة الشرعية فقط بشروطها. ودر رابطه با زیارت قبور فقط اون شکلی که در شریعت وارد شده درست هست، البته با شروطی که در این رابطه بیان شده. اذن حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في البيت. و از این روز که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به ادای نماز نافله در خانه ها تشویق فرمودند. و امر ان تجعل المساجد في البيوت، یعنی مصليات في البيت، يصلي فيها الرجل النوافل والمراه تصلي فيها النوافل والفرائض. و به همین خاطر هست که تشویق شده به این که در خانه ها محل هایی رو برای نماز در نظر بگیریم، تا مرد نمازهای نافله و سنت خودش رو در اونجا بخونه، و همچنین زن که به مسجد هم نمیره نمازهای فرض و نمازهای نفل رو در اونجا ادا کنه. یعنی اجعل مکان فی البیت للصلاه مخصص ينظف ويطيب، یعنی یک مکان خاص و ویژه پاک و تمیز رو در خونه برای ادای نماز سنت برای مرد و نمازهای سنت و نافله و فرض برای زن اختصاص میدیم. والله اعلم.